به نام خدا، عرض سلام و احترام دوباره خدمت تک تک دوستان عزیز ریاضی نهم. امیدوارم هر جو که هستید کلی حال دلتون خوب باشه. دوستان نازنینم، قرار فصل اول ریاضی نهم رو بررسی کنیم تحت عنوان مجموعه ها، همراه با امیر حسین نصیری نازنین. سلام استاد جان، چطوری؟ شما خوبی؟ من هر وقت این کت سفید رو بپوشم یعنی حالم خیلی خوبه. پس مجموعه کت سفید و این رنگ مشکی یه مجموعه خوبیه. این رنگ مشکی برای اینکه زیاد مشخص نکنم من چقدر چاق شدم، این که اصلا پوششه، یعنی بچه‌ها همین مشکی بودن پوششه. این سفیدم اگه حالم خیلی خوبه. چرا؟ چون که رسیدیم به ریاضی نهم. واقعا خوشحالم. 7 رو رد کردیم، 8 رو رد کردیم، همه پایار چینیم و دم شما گرم، رسیدیم به ریاضی نهم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم پر از انرژی خوب و عالی باشید. خیلی خوش اومدید به اولین فصل از ریاضی نهم، یک فصل جزیره‌ای که جداگانه است از بی بسم الله تا آخرش اینجاست. همه حرفا رو میزنیم و تمام میکنیم. خیلی هم مهمه، بسیار من پایه‌ای برای احتمال و این قصه هاست. بله. آقا بریم شروع کنیم. فالت کتاب. من اول یه عذرخواهی بکنم، صدام نمیدونم چی شده، اکولایزرش به هم ریخته، یه خورده من صدام رو باید صاف کنم، ببخشید منو همینجا، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. فعالیت چی میگه؟ میگه تو شکل روبرو ما اومدیم شمارنده های طبیعی عدد 60 رو نوشتیم. چطوری نوشتیم؟ چجوری بنویسیم؟ آقا دی 60 معرفه شمارنده های عدد چی بود؟ 60. دیوایدر های 60. یعنی بیا اعدادی رو که طبیعی باشند و 60 بر اونها بخش پذیر باشه بنویس، یا اعدادی که 60 رو میشمرن بنویس و طبیعیان. اعداد اینا بودند: 1 60. چرا؟ چون ضرب 1 با 60 میشه چند؟ 60. 2 پس 30. 2 آفرین 30. بریم سراغ 3. 3 20. 4 15. درسته، ضربش میشه 60 دیگه. 5 12. مرسی. 5 12. 6 10. این طرز نمایشش دقیقاً. ببین اگر یادتون باشه توی ریاضی هفتم و هشتم که شمارنده ها رو می نوشتیم، عملاً اینها رو داخل یه جفت آکولاد می ذاشتیم. حالا می خواهیم بریم راجع به آکولاده صحبت کنیم. دقیقاً. ببین ساختار این جفت آکولاد چیه. خب پس این شمارنده هایی که کتاب نوشته به واسطه اون حرفایی که ما زدیم نوشته شده. حالا یه چیزی میگه، میگه برو از تو دل اینها شمارنده های اولش رو مشخص کن. 2 3 5 دیگه. حالا یه سوال، اگر من شمارنده ها رو نمی نوشتم و کتاب به من شمارنده ها رو نمیداد، چطوری باید شمارنده های اول 60 رو پیدا کنم؟ آقا دقیقاً نوار تجزیه شو میذارم. آفرین. عدد 60 رو بخوام به اعداد اول تجزیه کنم، چون صفر جلوشه، 2 5 میکارم 6 رو میرم پایین. 6 بر 2 میشه چند؟ 3. بر 3 میشه چند؟ 1. آقا عملاً 2 5 و 3 شد شمارنده های چی؟ اول. پس میتونم به طرق مختلف شمارنده اول رو چکار کنم؟ مشخص کنم بدن. اما کتاب اومده کل شمارنده رو نوشته، تو دل این شمارنده ها شمارنده اول رو انتخاب کرده که شده 2 5 3. حالا جالبه، میگه شما هم شمارنده های 60 رو که اول نیستند بچه ها، یعنی غیر از اینا، بیاید همه اینا رو با یک منحنی بسته جدا کنید. خب جدا کنید، اصلا گذاشتن این عدد ها داخل منحنی بسته همین حالا اعلام کنید، بهش میگن نمودار ون. آها. پس اگر من بخوام یه سری اعداد اشیا داخل یه منحنی بسته بذارم، بهش میگم چی؟ طرز نمایش با نمودار ون. ون. بعضی میگن ون. 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 دیگه ون یه چیز دیگه. برمون چیزی که سوا میشیم میریم اونجا اونجا. خدا جا. حله. پس این شد نمودار چی؟ ون. ون. اما حامد. جان. ما همین حالا گفتیم، گفتیم جفت آکولاد هم میتونه برای نمایش مجموعه به کار برده بشه. خب پس جفت آکولادو میذارم برای 2 3 و 5. و من میگم آقا از این به بعد هر جایی خواستی مجموعه رو نشون بدی، عضوهاش رو، اینا عضوهای مجموعه هست. دقیقا. درسته؟ بله. عناصر مجموعه هست به وسیله یه دونه کاما. کاما میگن به این یا؟ کاما. کاما بهش میگن. ویرگول میگن. حالا این وای دیگه. الان من وینو گفتم، الان میگن خودش کاما رو نمیشناسه. آقا به واسطه این کاماها بیا اینا رو از هم جدا کن. آها. داخل یه جفت آکولاد بذار، اما خواهش میکنم با حرف بزرگ
انگلیسی نشون بده. پس آقا داستان ما داستان بسته‌بندی است. تموم شد. درسته. درسته. من فعلا میتونم بگم یک کیسه دارم. اینجوری من میگم دیگه. بله. من به زبون خودم میگم یک کیسه دارم که توش یه چیزهای فعلا ریختم. من اینا رو جدا کردم. بود پلاستیک حالا چیز کردم. جدا کردم. اینا مثلا جدا دیگه. نه پلاستیک هم بهشون جدا دیگه. شما توی کیسه مثلا چه میدونم خیار داری و سیب داری و موز داری. درسته. تا یه مجموعه. موافقا. حالا تو ریاضی ما میگیم اینجوری خوشگل نمایشش میدیم. پس آقا به وسیله این کاماها عضوها از هم جدا میشن. عضوهای تکراری نداریم. داخل جفت آکولات عضوها رو مینویسیم. ته قصه این مجموعه رو با حروف بزرگ انگلیسی نشون میدن. حالا یه سوال، شاید بچه ها بگن آقا پس حروف کوچیک به درد چی میخوره؟ حروف کوچیک به درد عضویت میخوره. ما عضوها رو با حروف کوچیک انگلیسی نشون میدیم. خود مجموعه رو با حرف بزرگ انگلیسی نشون میدیم. پس قرارداد دیگه. دقیقاً. خب دقیقاً. آقا اصلا ببین مجموعه خدایی تعریف ریاضی نداره ها. مجموع جزو مفاهیم تعریف نشده است. ها مثل نقطه و اینا. ما فقط یه دونه خودمون همینطوری یلخی یه چیزی تعریف میکنیم. میگیم گرد آمدن یه سری اعداد اشیا داخل یه مثلا یه جایی داخل یه بسته بهش میگیم مجموعه. پس اجازه میدین قراردادی ها اجازه میدین من بیام یه کاری بکنم. بگم فعلا بیایم اینجوری در نظر بگیریم. با اجازهتون من بیام بگم مجموعه یه کیسه است فعلا. بله. که میخوام حالا چیزایی چون کنم حالا بریم بعدی ببینیم چی میگه. میگه شما شمارنده های مرکب این عدد رو به صورت مجموعه پس مشخص شد شمارنده های مرکب رو من انجام یعنی بدم یعنی لطفاً یک رو بریز دور بقیه به جز یک. متشکرم. ببین پس شمارنده ها به سه دسته عملا دارن تقسیم میشن. یه عدد یک اگه وجود داشته باشه ها یک باید وجود داشته باشه تا بشه سه دسته. یه یکی که نه اول نه مرکبه. یه قسمت شمارنده های مرکبن. یه قسمت شمارنده چی ان؟ اولن. درسته؟ تمام شده دارم. خب حالا آن را بی بنامید. خب ما بی رو می نویسیم بی مساویه جفت آکولات اینا رو می ریزیم توش. جفت آکولات اینا رو می ریزیم توش با کاما هم از هم جدا می کنیم. خدا بگه آلوکات این کاما درست باشه اب نداره حالا میگیم کاما میگیم یه دونه اینجوری که دیگه کسی هم چیزی نگه چون اینجوری هم نرسی می شه آره یه دونه اینجوری داره آره این میشه یادم میگیم زده کاما انقدر سرمون تو ریاضی از فارسی پاسه بچه فارسی من افتضاح فارسی تاریخ جغرافی افتضاح حله. حله پس این شد شمارنده های مرکب. مرکب داخل جفت آکولات با حرف بزرگ انگلیسی چی؟ بی بریم بعدی مجموعه شامل شمارنده های عدد 60 که نه اول باشند و نه مرکب باشند چند عضو دارند؟ خود یکی دیگه یک عضو داره مجموعه سی گذاشته اسمش رو گفته مجموعه سی اسمش رو بذار پس یه چیزی همینجا فهمیدیم اینا رو شماره اعضا هم دارن یعنی میتونیم بشماریم دیگه مثلا شمارنده اعضا چند تا بودن؟ 3 تا شمارنده مرکب یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا هشت. یه دونه شمارنده موند یک نه اول نه مرکب یعنی مجموعه من تک عضویه معمولا مجموعه های تک عضویش میگن مجموعه ساده ساده مجموعه های ساده چی شد؟ تک عضوی مجموعه تک ساده معمولا حواسم یه لحظه در رفت کجایی همینجا ولی یه لحظه نکته خیلی خوب گفت بریم بریم خب حالا میگه مجموعه دی رو گوش کن شامل همه شمارنده های دو رقمی آقا دو رقمی 60 همه شمارنده دو رقمی دیگه دو رقمی ببین پسار. اول و مرکب و جدا نکرده میگه شمارنده ها رو کلن که نوشتی اونایی که دو رقمی رو داخل مجموعه دی قرار بده خب 15 60 12 30 ده و 20 اگه دقت کردیم ما هر کدومشون یه سمت میشمردیم یعنی ترتیب نوشتن اینا اصلا مهم نیست معمولا از کوچیک به بزرگ مرتب می‌نویسیم دیگه برای اینکه منظم باشه آدمای منظم وگرنه مثلا من دوست دارم 60 رو اینجا بنویسم 12 اینجا بنویسم مهم اینه اینجا باشه اینو ببینم درسته؟ پس جا به جای عضو ها مهم نیست جا به جای اعضا مهم نیست ولی باید باشه بریم حله؟ حله تکرار هم نداریم دو تا 20 نداریم دو تا 30 نداریم نداریم حله؟ حله بریم خب فعالیت چی میگه؟ میگه از رضا و احمد دو نفر خواسته شد تا مجموعه شامل سه شمارنده زوج عدد 60 رو تشکیل دهند خب احمد گفته 4 6 10 رضا هم گفته 6 10 12 اینو که این هم نیستن باشه. پس این ادبیاتی که ایشون به کار برده گفته مجموعه ای بنویس شامل سه تا شمارنده زوج تنوع داد به احمد و رضا دقیقا این همو معرفی نکردن نکردن این عبارت کلامی به درد معرفی مجموعه نمیخوره چرا؟ چون یکتا نیست جوابشون یکی نیست پس میتونم بگم این عبارت مشخص کننده یک مجموعه معین و یکتا نیست
آها دو تا مجموعه شد مختلف یعنی... دو تاشون داره درست میگن ولی چون سلیقه‌ایه به نوعی ما مجموعه رو نداریم نظام مجموعه رو مشخص نمیخوره حالا اگه میواد گفتی چی سلیقه‌ای آره؟ پس اگه سلیقه‌ای باشه به درد معرفی مجموعه نمیخوره آها مثلا 4 تا میوه خوشمزه میوه که من دوست دارم شاید شما دوست نداشته آفرین 4 تا مثلا خورشت خوشمزه افراد قدبلند اعداد بزرگ اینا معرفه مجموعه نیست خیلی باید یه معیار داشته باشیم طبق اون صحبت کنیم اما تو همین سوال اگه میگفت مثلا شمارنده های بزرگتر از 50 رو مشخص کنید آها. مجبور بودن جفتشون 60 رو انتخاب کنن دوسته. در این صورت میگفتیم خب بله مجموعه چون جوابشون یکیه و هر شخصی هم بخواد درست انتخاب کنه فقط میتونه 60 رو انتخاب کنه اون میشه مجموعه پس روی این کلمه جواب های یکتا پافشاری میکنه دقیقاً جواب های یکتا آقا بریم بعدی ببینیم چه خبره در نمایش مجموعه ها الف ترتیب نوشتن اعضا مهم نیست گفتیم آقا ما کیسه نداریم چون کیسه هر جور داریم میریزه دیگه عضو ها میتونن جابجا میشن اصلا حرکت خب. میکنیم ب جابجایی عضو ها مجموعه جدی نمیسازد یعنی اگه مثلا یه عضوی مثل دو رو از مثلا به جای اینکه اول بیاد آخر بیاد جابجا کنی مجموعه جدیدی تولید نمیشه همون مجموعه است درسته. این مثال کیسه خیلی به بچه‌ها کمک بله. میکنه با تکرار عضو های یک مجموعه مجموعه جدیدی ساخته مثلا نمیشه. من بگم مجموعه دو 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 پنج آها خدایی عدد دو داره 4 بار تکرار میشه به در نمیخوره. نمیخوره این مجموعه همون مجموعه دو پنجه این دو تا عضو داره بچه ها نرید بگید یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا عضو داره بچه ها اینجا اگه اشتباه بکنم با دنباله هایی که درس دادیم و الگوهایی که بهشون گفتیم ما تو الگو گفتیم این میشه اولی دومی سومی چهارمی پنجمی بله اما آخه این الگو جفت آکولات نداشت جفت آکولات نداشت اما این آکولات داره به صورت جفتی و خودش مشخص کننده اینه که آقا یه کیسه داریم پس تکرارش حذفش میکنیم و همونو مینویسیم بعدی اینو اگه پاک بشه من ممنون میشم مجموعه پس بچه ها در ریاضی چیه؟ بیان و نمایش دسته ای از اشیاء مشخص معین مثلا من بگم تکراری. بگم یه مجموعه دارم فلان عضو رو نمیشناسم نمیدونم چیه به در نمیخوره باید عضو مشخص و معین باشن و غیر تکراری هم باشن باشند حله بگم بچه ها متوجه شدن قصه چیه حالا میخوایم یه خورده بست بدیم داستان رو فعالیت یک چی میده؟ کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ مجموعه مورد نظر رو نمایش دهید. بریم با توجه به اینکه سلیقه ممنوعه کارمون رو ادامه بدیم. عددهای طبیعی و یک رقمی. یک تا نو. مشخص تمام. دیگه. 4 شاعر ایرانی. آقا چی داره میگه؟ نمیتونم مثلا بگم آقا 4 شاعر مشخص و معین قرار انتخاب بشه به من که بگن سلیقه‌ای میشه سلیقه‌ای میشه پس این معرفه یه مجموعه نیست دو عدد اول کوچکتر از 12 آقا من میگم 2 3 من میگم 5 7 پس تنوع ایجاد شد پس این نمیتونه معرفه یه مجموعه باشه عالی فعالیت دو با توجه به شرط متمایز بودن عضوهای یک مجموعه متمایز بودن عضوها جاهای خالی رو پر کنید میگه متمایز باشه دو بار یک رو تکرار کرده پس به درد نمیخوره خب این باید پس اصلاح بشه آفرین یکیش حذف بشه بشه 1 2 4 5 موافق یا 2 1 4 5 مثلا من بگم آقا این مجموعه آی من یه دونه دو تا سه تا چهار تا پنج تا عضو اشتباه کردم من باید اول این تکرار رو بگیرم بعد تشخیص بدم که واقعا چند تا عضو دارم پس 4 تا عضو دارم پس همیشه ما تو مجموعه جوجه رو آخر پاییز بشمریم دقیقا بعد از اصلاحات بریم سراغ این پس اگه اصلاحی لازم باشه اصلاحی رو بزنیم بعد تصمیم بگیریم بله موافقم این تقلب داده نه 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 به دلیل تکراری بودن عدد 5 در این مجموعه آن را به صورت چی بنویسیم؟ 5 6 7 یه دونه 5 یه دونه 6 یه دونه 7 پس این مجموعه اگه بخواد مثلا خدای ناکرده بگم 4 عضوی اشتباه کردم چون 5 دو بار تکرار شده عملا مجموعه من چیه؟ 3 عضویه تمام شد بله نماد عضویت نگاه کن من یه مجموعه آ معرفی کردم عضوهاش اینا هستن A B 2 1 4 5 و مجموعه 7 نکته خیلی خوشگلی که وجود داره اینه که اگر بخوای عضو رو بنویسی با حرف کوچیک انگلیسی باید بنویسی آها. و جالب اینجاست که حرف کوچیک انگلیسی اومده با چی قرار گرفته؟ با عدد یعنی لزومی نداره حتما تمام عضوهای یه مجموعه از یه جنس باشن آقا من کیسه که داشتم کیسه که داشتم چون دستم سنگین بود میوه ها توش بود موبایل هم گذاشتم آفرین مثلا بریز مجموعه بز و یک آه تمام شد یه بز هم گذاشتم تو کیسه دیگه. حالا جالبه یه چیز خیلی جالب اتفاق افتاده یه دونه از این میوه ها بخاطر اینکه خیلی گرون بود اونم من پیچیدم تو نایلون انداختم تو کیسه یعنی کیسه در کیسه کیسه در کیسه,
کیسه در کیسه، یعنی میتونن عضوهای یه مجموعه عناصر مجموعه خودشون مجموعه باشن. بعد اون کیسه رو باز می‌خوام میرم یه دونه توشه. دقیقاً. مرسی. ولی قرار من نماد عضویت معرفی کنم. من میتونم بگم آقا آ عضوی از مجموعه آ هست. بی عضوی از مجموعه آ هست. آقا این فارسی گفتنه. بیا ریاضیوارش کن. میام چیکار میکنم؟ از اونجایی که این کاما ها رو گذاشتیم اینا رو جدا میکنم. بلافاصله تو ذهن خودم اینا رو خطکش کاری میکنم. مانع میذارم. که بدونم آ بی دو یک چهار پنج و مجموعه هفت عضوای چی هستن؟ آ هستن. غیر از این هر چیزی دیگه بگم عضوی مجموعه نیست. هله؟ پس من میخوام تو کیسه رو نگاه کنم دونه دونه ببینم چیه معرفی کنم. آفره. به زبان ریاضی میخوام حرف بزنیم؟ مرس. این زبان معرفی میکنه. پس خودش رو بزنیم عضویته. خب پس میگم آقا دو عضوی از آ هست. این دیگه به جای اون عبارت کلامی فارسی جایگزین ریاضیش اینه. ممنونم. بعد میگم چی؟ یک عضوی از آ است. چهار عضوی از آ. سه رو میبینی؟ نه. سه عضوی از آ نیست. این خطی که رو نماد عضویت زده میشه یعنی نیست. نیست. هله؟ خیلی خب. بعد میگم پنج عضوی از آ است. نگاه کن پنج یکی از عضوهاش. دقیقاً. ولی مجموعه چیه؟ آ هستش. حالا یه سوال، آ عضوی چیه؟ آه بی هم عضو آه. بله. بزرگ خیلی مهمه این. بی هم عضوی از آ هست ولی سی رو نمیبینی اصلا. پس سی عضوی از آ نیست. یه اتفاق جالب. شما بچه‌ها دارن میبینن دونه دونه داریم اشیاء رو از کیسه در میاریم نگاه میکنیم. آقا یه شیء وجود داره که خودش نایلون پیچی شده، کیسه پیچی شده. میگم آقا خودشو بیار بیرون، خودش هر چیزی هست عضو. آفرین. خودشو بیار. نه هفتو. هفتو نیار. نوشتم. آقا منفی 4 عضو آ نیست. مجموعه هفتو خودشو بیرون آوردم. ببین مجموعه هفت اومد بیرون شد عضو آ. اما حق نداری بگی هفت عضو آ هست. هفت عضو آ نیست. خیلی اینو خیلی مهم منا. هفت خودش میگه. ببین اگر عضویت رو چسبوندی اون چیزی که میخواد عضو مجموعه باشه باید حتما خودش عین خودش داخل این مجموعه حضور داشته باشه. آقا تو تفت تنها میبینی اینجا؟ نه. تمام. حله؟ این اشکالی که بچه‌ها دارن و همینجا ما برطرفش کنیم. بچه‌ها فکر می‌کنن باید نماد مجموعه برای اینها بذارن. آقا شما می‌خوای تو کیسه چیه؟ آیا میای دوباره می‌ذاریش تو کیسه؟ می‌خوای نگاه کنی ببینی چیه؟ هر چی هست بیار بیرون، هر چی هست یعنی خودشو بنویس. خودشو معرفی کن. بگو آقا تو کیسه اینو دارم دیگه. تمام. خیلی خوب بود. متشکرم. عالی. حالا بریم سراغ نمودار ون. گفتیم داخل منحنی بسته هر شکلی باشه. من اینجوری نشون دادم. خب. یه منحنی بسته. بعضیا مستطیلی میکشن، بعضیا منحنی وار میکشن. مهم نیست. منحنی چی باشه؟ بسته باشه. یعنی یه دیس آوردیم می‌خوام ببینم. حالا می‌ریزم داخل کیسه، همون کیسه شما. اسمش گذاشتم مجموعه چی؟ تموم شد. پس بالای این منحنی بسته اسم مجموعه رو می‌نویسن، عضو رو می‌نویسن داخل این منحنی بسته. بهش میگن نمودار ون. حله؟ عالیه. اینم از این. حالا فعالیت یک میگه با توجه به نمودار ون که برای دو مجموعه آبی رسم شده، یعنی بچه ها ببینید این مجموعه آ، این مجموعه بی، اینا یه جور با هم تصادف کردن، با هم تلاقی پیدا یعنی کردن. یعنی عضوی به نام اس، اف و کا هم مال بیه، هم مال چیه؟ آ. چون هم تو دل آ هست، هم تو دل چی؟ بیه. اما دیگه ام فقط مختص مال بیه، ان مختص مال بیه، بی مال آ. بی کوچیک. آ عضو آ، سی عضو چی؟ آ. دیگه سی ربطی به بی نداره. ببین نقش بازی نمیکنه، فقط درست. برای آ داره بازی میکنه، درست. برای بی بازی نمیکنه. هله خب. حالا چی میگه؟ میگه مجموعه های آبی رو با عضوهایش رو مشخص کنید. پس طبق توضیحات شما من چشم میپوشم فعلا روی بی، میگم هر آن چیزی که تو کیسه آ هست رو معرفی کن داخل یه جفت آکولاد بسته. کیسه چی؟ آ. A B C S F K. این شد چی؟ این شد عضوهای مجموعه آ. حالا مجموعه بی رو مشخص کن. یه جفت آکولاد میذارم. آفرین. بی بزرگ مساوی یه جفت آکولاد. عضو رو بریز داخل این جفت آکولاد. S F K M N. تمام. بیا حالا ترتیبش هم جابجا میشه. بله. یه سوال دارم. جانم. چه عضوهایی وجود دارن که فقط توی بی هستن؟ فقط توی بی میشه M و N. فقط توی آ هستن. A B و C کوچیک. همزمان در دوتاشون باشن. S و F و K. در هر دوتاشون باشن. در هر دوتا باشن. آها. بازم اشتراکه. آها. بازم اشتراکه. میخواستین گول بزنین من. در آ یا ب باشه. آها. در یعنی همشون. یعنی همشون. یا یعنی همشون.
در آ و ب باشه و یعنی مشترکشون. آها، وقتی میگیم و یعنی اینا میخوان با هم دیگه توافق کنن، بشینن پای میز مذاکره کنن و مشترکاشون میاد. وقتی میگیم یا یعنی ما یک فضای کل داریم که هر دو تاشون پس دارن. یا رو همه صحبت میکنه و رو مشترکا صحبت میکنه، بحث میکنه. حل بعدی فعالیت دو، دو مجموعه آ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بله. و بی هم هست 5 و 6 و 7 و 8. آقا اسرائیل لازم داره؟ نه، تکراری نداریم. موافقم. من یه سوال دارم، مجموعه آ و مجموعه بی چه عضوایی مشترکی دارن؟ اول چی میگه؟ من پیشنهاد میکنم اول نمودار ون، چون ممکنه من یه مقدار توی دیدن اعداد دچار مشکل بشم. خودش هم میگه نمودار ون. خب ببین پس نمودار، گفتم نمودار ون؟ نه ون گفتم. بکرم گفتم ون. نمودار ون رو ببینیم. آقا اعضای آ رو میریزم 1 2 3 4 5 6، حواسم هست اعضای بی رو میخوام بریزم 5 6 7 8. آقا 5 و 6 تکرار شده، پس اول بریم سراغ تکراری. اصلا همیشه خدا برای نمایش نمودار ون بچه‌ها همیشه عضوای مشترک اول مشخص میکنیم، یعنی همیشه این قسمت باید مشخص بشه بعد بیرم سراغ بقیه. آها، تو همه سوالات، تو همه سوالات هر جای نمودار ون رسم کردی خواهش میکنم ازتون این قسمت مشترک رو تشخیص بده، بعد برو سراغ ادامه داستان. آقا برای مجموعه آ 5 و 6 که نوشتیم، 1 2 3 4 اضافه میکنم، مجموعه آ من چی شد؟ کامل شد. برای مجموعه بی میگم 5 و 6 رو نوشتی، 7 و 8 رو اضافه کن تا کامل شد. حالا میگه کدام عددها هم، ببین یعنی همزمان درسته در منحنی بسته مربوط به آ و هم در منحنی بسته مربوط به بی هستند. 5 و 6. اگر من بخوام این 5 و 6 رو داخل این مجموعه بنویسم، میگم آقا این مجموعه عضواش یه طوریه که هم مال آ هست هم مال چیه؟ بی. تموم شد. تموم شد. حل قسمت بعدی. فعالیت 3، مجموعه عددهای دو رقمی و زوج اول رو بنویسید. زوج؟ یعنی چی؟ دو رقمی زوج و اول؟ آقا ما فقط تو دل عدد اول یه دونه عدد زوج داریم، اونم دوه، اونم یه رقمیه. پس این مجموعه، این کیسه شما هیچی توش ریخته نمیشه. پس ما میخواییم سراغ کیسه خالی. آفرین. ما تو دل مجموعه ها به این نوع مجموعه که پوچند هیچ عضوی به خودشون نمیگیرن بهشون میگیم مجموعه چی؟ توهی. هیچ عضوی نداره و آن را ای بنامید. خب ای من اینه، هیچی نداره، یه جفت آکوردی که هیچی توش نوشته نمیشه، یه کیسه خالی. حالا مثلا بعضی از بچه ها میگن آقا ببخشید من یه دونه صفر اینجا بذارم، نه. این بازم توهیه، یه چیزی توشه عزیز من، این یه عضوی نام صفر داره. پس یه جفت آکولادی که هیچی توش نوشته نمیشه معرفه، مجموعه چیه؟ توهیه. با یه نماد دیگه هم نشون میدن، یه دایره تقریبا بهش میگن فی. فی ریاضی بله، اینجوری بهش میگن. خب بعضی البته، ولی خب فی نیست، واقعا فی نیست و نمادش اینه، یه دایره یونانی هم داریم آخه. ببین احتیاط کن، میگه یه منحنی بسته که هیچی توش نیست. آها، یه منحنی بسته که هیچی توش نیست. بعد بعضی بچه‌ها میان یه اشتباهی میکنن، یه دونه از این جفت آکورات میذارن داخل خودش، میگن اونم توهیه. یعنی شما میگید داخل این اینو می‌نویسن؟ مثلا میمونه من داخل کیسه بذارم توش چیزی هست. ببین به معنی اینکه دستت به الیدی بخوری یه نقطه هم بذاری به در نمیخوره، این دیگه توهیه نیست. من غلط کردم. بله. استغفرالله. خب پس هم این نماد مجموعه توهیه، هم این نماد مجموعه توهیه. با دو تاشو میتونم مجموعه توهیه رو معرفی کنم. من با احترام سوال مجموعه ای رو اسمش میذاریم مجموعه توهی که با این نماد هم نشون داده. من به احترام شما هیچی داخلش نمیذارم. بچه‌ها میکنه بکنن ها. شما به احترام من این کارو بکنید لطفا. آقا معلومه، گفتیم تو کیسه یه چیزی هستی که ببین چیزی ریختی اینجا، این عضو داره. تمام. این عضوی داره به نام مجموعه توهی. میگه مثلا اینجوری، این یه عضو داره به نام صفر. تمام. پس دیگه توهی نیست و مخالف توهی میشه این. یه سوال خارج از درس بپرسم جانم، بگو. اینو با مت تایپ زدیم ما؟ مت تایپ یا کیبورد؟ چقدر خوشگله. نه مت تایپ. درود بر شما، خیلی خوشگله. مرسی، خیلی ممنون. بریم. کارم درسته. عالیه کارتون. بریم. حسین ما هم مصاحبه. بله. فعالیت 4، کدام یک از عبارات های زیر مجموعه توهی را مشخص می‌کنه؟ مجموعه که پوچ باشه، عضوی نداشته باشه. خب آقا عدد طبیعی بین 5 و 6 که ندارم که، رو محور اگه حرکت کنی 5 بلافاصله چیه؟ 6. آیا بین ندارم. 5 و 6 تو این وسط مسطا رو طبیعی می‌بینی؟ نه. نه، پس هیچ عضوی نداره. ندارد. توهیه. عددهای صحیح بین منفی 1 و 1. خب بین منفی 1. آها، این محور، این منفی 1، این چیه؟ 1. مگه نمیگه صحیح بین منفی 1؟ بین یعنی چی؟ یعنی این وسط وسط، درسته؟ آیا قبول داری یه دونه صفر صحیح دارم؟ بله. پس این مجموعه من یه عضو به نام صفر رو شامل میشه، پس میشه مجموعه تک عضوی صفر.
این دیگه توهی نیست. عددهای اول و زوج تک عضوی دو. مرسی. عددهای طبیعی یک رقمی و مضرب سه که اول باشن. مضرب سه فقط خودش اوله. چون سه بعدش میشه 6 9 الی آخر. ببین از 6 9 الی آخر کلا میشن چی؟ مرکب. تنها عدد اولی که میشه مشخص کرد مضرب سه خود سه است. پس تک عضویه. پس تنها مجموعه توهی من این مجموعه است. متشکرم. اوکی. پس بسازیم جوجه رو آخر پاییز بشماریم. چی می‌خوای به من بگی؟ اینکه تیک اینجا من احساس می‌کردم بود اینجا بیاد. چوری کردم اینجا اومد. بچا ببخشید. آقا اشکال نه. من حواسم نبود کجا داریم. من مفهوم من خودم حواسم هست. بچه‌ام حواسشون هست. من حواسم به عمق قضیه بود. شما به عمق قضیه دقت کنید. کار در کلاس یک چی میگه؟ میگه سه عبارت بنویسید که هر کدام نشان دهنده مجموعه تهی باشد. سپس عبارات‌های خود رو با نوشته‌های همکلاسی‌های خود مقایسه کنید. اگر کلاس من 35 نفر دانش آموز داشته باشه میتونم 35 تا مجموعه توهی معرفی کنم. حالا که کلاس ما 1,000,000 نفر دانش آموز داره 1,000,000 میتونم مجموعه توهی معرفی کنم. تمام شد. خیلی سلیقه‌ایه. اعداد صحیح بین منفی 1 و منفی 2 نداریم. مجموعه طبیعی فرد بین 50 و 51. آقا بلافاصله بعد 50 و 51 دیگه بین 50 و 51 اعداد طبیعی نمیبینی تا فردم باشه تازه. تازه هم خواهی چیز دیگه بگم یه تاس رو میندازیم اینی که بزرگتر از 6 ببینیم نمیشه. میشه مجموعه توی موافق در شما گرم مجموعه عددی که هم اولا هم مرکب نمیشه نداریم من نفتیم افرازه نداریم فریب یکو بخوریم یک چیه نه اوله نه مرکبه هیچ عددی وجود نداره که همزمان بخواد هم اول باشه هم مرکب باشه. چرا؟ چون ما یه ظرفی درست کردیم گفتیم عدد طبیعی میان به سه دسته چی میشن؟ تقسیم میشن. یک یه قسمتشون فقط یکه اون اصلا مرکبه مرکب یا اول یا اول میکنه یه قسمت دیگه شو مرکب البته اعداد اعداد اول اعداد چی؟ مرکب تا حالا هیچ وقت تو زندگی من اعداد رو اینجوری ننوشته بود خیلی خوب بود عددی که با دو تا یه شما به من بگو من الان چرا باید یاد آقای کریمی بیفتم بریم و یاد دنده عوض کردن ماشین بیفتم چرا؟ نمیدونم کار در کلاس دو سه عبارت بنویسید که هر کدام مشخص کننده مجموعی فقط با یه عضو آه بازم این سلیقه‌ایه مجموع عددی که نه اول باشند و نه مرکب تک عضوی یک مرسی مجموع عدد حسابی کوچکتر از یک عدد حسابی صفر یک دو سه الی آخر بعد میگه عدد حسابی کوچکتر از یک فقط صفر دیگه خب بعدی مجموع عدد طبیعی زوج بین هفت و نه خب هفت هشت نه فقط هشت رو میبینی دیگه و تک عضویه مرسی کار در کلاس 3 عبارت هایی که مجموعه ای را مشخص می کند با علامت تیک و بقیه را با علامت ضرب در مشخص کنید. خب میگه 4 عدد فرد متوالی. من میگم 1 3 5 7 من میگم 11 13 15 17 نشد دیگه به در نمیخوره سلیقه‌ای این سلیقه‌ای شد به در نمیخوره. خب به 3 عدد طبیعی زوج متوالی تا اینجا نمیتونم بگم اما میگه با شروع از 2 اینجا محدود شدم درسته میشه 2 4 ببین پس تا اینجا اگه میگفت 3 عدد طبیعی زوج متوالی نداشتم آفرین ولی چون گفت با 2 شروع کن دیگه دار. ما همه مجبوریم از 2 شروع کنیم 2 4 6 میگیم 2 4 6 پس این درسته و همون شد مجموعه عددهای اول کوچیک چیزام بگم معمولا اعداد زوج طبیعی رو با حرف ای نشون میدن ایرم. و آفرین و اعداد طبیعی فرد رو با او نشون میدن البته مجموعه کلش ها 2 4 6 8 10 الی آخر میشه ای ولی من خب دیگه به ای ای گذاشتم بخشش انتخاب کردم و او میشه عدد طبیعی فرد 1 3 5 7 و الی آخر یعنی ته ندارن خب نامتناهی ان عددهای اول کوچکتر از 20 آقا مجبوری بگی 2 3 5 7 11 13 15 ببخشید به شوخی کردم 17 نوست و معمولا اعداد اول با حرف پی نشون میدم پی بزرگ البته ما محدود کردیم پرایم نمبر اعداد اول هم چی هن؟ نامتناهی هن نامحدود هن از تازه برگشتن از اروپا خیلی خوش اومدیم خسته نباشی پس این هم چیه؟ این هم اوله بریم چون یه مجموعه اوله چیه؟ مجموعه هست خدای ایداد بیده سه شهر ایران خب من میگم مهاباد مثلا تهران و ارومیه شما چی میگم؟ دو به یک من میگم تهران اصفهان شیراز اصفهان شیراز تنوع داره سلیقه‌ایه پس مجموعه نیست شمارنده های عدد 24 خب این مجموعه است آره دیگه یه مجموعه 24 2 12 3 8 چطوری مینوشتیم یه جفت واکات میذاشتیم 1 24 2 12 مرسی 3 بگو 8 بگو 4 6 بازم بگو نمیگم
چرا تموم شد دیگه؟ پنج رو که می نیستی نمی خوره. آبه کم شیش و هشت رو زب پنج رو که میگی نمی خوره، شیش هم که نوشته شده دیگه. اون چهاری هم که آره چهاری چهار جاده دار بود، چهار اینجوری پنج عدد بزرگ. خداحافظ شما آقا، عدد بزرگ چیه دیگه؟ اصلا من نمیتونم بگم آقا مثلا توی ریاضی عدد بزرگ چه مشخصی اصلا خیلی متوازی خطرناک هستن، پس به در نمیخوره. من میدونستم داریمش. عددهای طبیعی بین دو و سه نداریم، اما نداریم چیه؟ عضو نداریم. عضو نداریم. پوچه، توهیه. مثلا همین میگم مجموعه شو داریم، مجموعه توهیه، ولی پس این مجموعه است، ولی چیه؟ خیلی حساس بودین. دقیقاً. پس مجموعه های توهی هم مجموعه، ما داریم میگیم مجموعه توهی. توهی. حله. من یه عادت بدی رو می‌خواستم کنار بذارم، ولی نمیتونم. اونم اینه که شما میتونین باکس رو ببینی ازش رد چی؟ نه خدایی. چقدر خوش. خوشگله واقعا. خیلی قشنگه. خب کادر کلاس چهار چی میگه؟ ببین میگه یه سری مجموعه اینجا نوشتم. خوب. یه سری عبارت کلامی یا مثلا مجموعه این ور نوشته شده. خب میگه اینا رو طوری به هم ربط بده که واقعا با هم ارتباط داشته باشن. مجموعه بی من مجموعه مضرب‌های طبیعی چهاره دیگه. ببین مضرب طبیعی چهاره، چهار، هشت، دوازده الی آخر. کتاب اینجوری آورده بود، من مجبور بودم این کار انجام بدم. بله. خب پس قراره اینها رو به اینا ربط بدیم. خب مجموعه حروف الفبای فارسی. خب مجموعه آ، بعد 3 4 5 6 7 8 9. آقا اعداد متوالی رو دارم میبینم که طبیعی هم هستن، منتها بین 2 و 10 اینا هاشش میشه جی. مرسی. مجموع عددهای صحیح بین منفی 2 و منفی 3 هیچی وجود نداره، پس توهیه. توهیه شکی بیام که خودش گفته بود. خودش گفته بود هیچی. این نمونه مال چی بود؟ خود کتاب بود که بی رو معرفی کرده. مجموع عددهای اول یک رقمی یعنی 2 و 3 و 5 و 7 H 3 A و B. ببین اینجا چون خودش مجموعه است با دنبال عبارت کلامی بگرده. آها پس میگه مجموعه حروف آ و ب و عدد 3، پس میشه مجموعه چی؟ سی. خب 2 4 6 8 عبارت کلامی. خب میشه اعداد زوج. داریم نداریم؟ چرا نداریم؟ چرا نداریم؟ 2 4 این چه مجموعه؟ مجموعه اف. متاسفانه افش نیست. نه 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 چرا چرا میدونی چیکار کرده؟ اومده ترتیبش رو جابجا کرده. آها بابا من اومدم لازم من دوباره عبارت کلامی میگشتم. آخه من چیکار کردم؟ من اومدم سعی گفتم اینو خوندم 2 4 6 8 خودم مرتب کردم. بچا ببخشید. منم اشتباه کردم. ببین چون خودم ببین راست از سادگی ما همون مجموعه افیه که اومده فقط جاها رو جابجا کرد. یه لحظه ما اصلا گنگ شدیم. بعضی وقتا چون دنبال چیز دیگه میگشتیم و دنبال چیز عجیب غریب میگن. درست. مجموعه مضرب های اول عدد 5. آقا گفتیم مضرب های عددی مثل 5 رو میخوای بنویسی، خودشو بکار. 5 1 تا 5 2 تا 5 3 تا 5 4 تا 5 4 تا که 5 تا جلو. اولین مضرب هر عدد اول میمونه، بقیه میشن مرکب. پس خودش میشه فقط تک عضوی 5 میشه دی. حل تک عضوی. راضی هستی؟ به شدت. کالکلاس 5 چی میگه؟ کدام یک از عبارات‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ با نمودار ون نشون بده. پس تا اینجا ما جفت آکولاد رو معرفی کردیم، عضوها رو به تفصیل و مفصل می‌نوشتیم. جفت آکولاد توی جفت آکولاد یه نمونه معرفی کردیم برای نمایش مجموعه. نمایش دیگه هم چی بود؟ نمودار ون بود. این دو تا رو داریم باهاش کاملا آشنا می‌شیم. یعنی می‌خوام الان بریم اینا رو با هم مچ کنیم. بله دیگه. عددهای صحیح مثبت، صحیح مثبت یعنی طبیعی. اصلا میتونست بگی طبیعی. طبیعی های کمتر از 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. داخل نمودار ون. خب شمارنده های اول فرض کن اسمش مجموعه چی باشه؟ آ باشه. شمارنده های اول عدد 19 گفتم فقط خود 19 تک عضوی. مثلا مجموعه B گفتیم. یه بار دیگه به این تک عضوی چی میگیم؟ مجموعه ساده. مجموعه ساده معمولا میگن. عدد هایی که 6 وجه یک تاس معمولی رو مشخص. تاس معمولی 1 تا 6 دیگه. عدد 1 تا 6 رو داخل منحنی بسته میذارم، اسمش رو مثلا مجموعه C. بله. پس رو منحنی بسته اسم مجموعه رو میتونم بنویسم با حروف بزرگ انگلیسی. بریم بعدی. دال جواب های معادله 2x به اضافه 8 مساوی. جالبه. یعنی جواب معادله خودش میتونه به صورت آف میگه مجموعه. ای کاش میگفت مجموعه جواب. خب چرا ای کاش رو به من بدی؟ اضافه کن داخل یه گیومه. شما اضافه کنین. مجموعه جواب. حتی مجموعه جواب ریشه های معادله هم بهش میگن. ریشه های معادله میشه همون جواب های معادله. خب آقا پس باید حلش کنیم دیگه. این معادله فقط یه دونه مجهول داره به نام چی؟ x.
دورور ایکس رو خالی کنیم حلش کردیم. پس 8 با جزه بزرگتر میره طرف دوم، میشه منفی 8. با 1 میشه منفی 7. پس میشه 2x مساوی منفی 7. حالا میخوام دورور ایکس رو خالی کنم، مجبورم طرف اینو بر 2 تقسیم کنم. حالا مجبورم بر 2 تقسیم کنم، ایکس میشه چند؟ منفی 7 دوم. پس اگر من منفی 7 دوم بنویسم منفی 3.5، میگم این مجموعه من یه مجموعه‌ایه که فقط عضو چی رو داره؟ منفی 3.5. اسمش میذارم مثلا مجموعه مثلا F. تمام. حله؟ این شما هی میگه اسمشو میذارم، من هی یه چهره دیگه میاد دوست. چهار میوه خوشمزه. خداحافظ. اصلا سلیقه‌ایه. عددهای صحیح منفی و بزرگتر از منفی 8، یعنی بیا به سمت صفر. بزرگتر ولی فقط منفی ها رو بنویسم. منفی 7، منفی 6، منفی 5. داره خودت به صفر نزدیک میکنی تا بزرگتر شی. موافقم. حالا همینجا میخوام فعلا که این جوابش بشه منفی 7 تا منفی. مثلا مجموعه جی. یه سوال بپرسم که بچه‌ها همین الان تو اومده تو ذهنشون. اگر کلمه منفی رو نمیگفت خب و مجموعه ته نداشت، طبیعتا میشه یعنی منفی 7 دیگه، منفی 7، منفی 6 و الی آخر. سه تا نقطه. بله. آیا میتونستیم اینا هم بگیم مجموعه هست؟ بله. آه. مجموعه میتونه نامحدود هم باشه. آه. اصلا دوست دارید اصلا از دو طرف نامحدودش کن، مگر اعداد صحیح مگر خود اعداد صحیح اینو نبودن؟ خب 0 1 2 الی آخر، درسته؟ از این ور ته داره؟ نه. از این ور میخوای برگردی عقب میتونی به عدد کوچیکترین عدد صحیح برسی؟ نه. اونم چی داره؟ ابتدا نداره. پس میگم منفی 1، منفی 2 و الی آخر. بچا سوال خوب پرسیدم. سوال خوب پرسیدم. ممنونم. درسته؟ ابتدا و انتها نداره. اینم مجموعه است. پس لزومی و بدونیم که برای اینا نمیتونیم تعداد اعضا رو بگیم. آفرین. همین می‌خواستم همین رو بگم. اگر تعداد اصلا نمیتونم بگم تعداد. اگر عضوهای نوشته شده نامحدود باشن دیگه تعداد بهش نسبت داده نمیشه. اصلا رومون نمیشه بگیم تعداد. آفرین. چه از یه سمت خیلی زشته. خیلی زشته که بگی تعداد. تعداد نداره. حله؟ حله. خب خدا رو شکر رسیدیم به زنگ تفریح. چرا خدا رو شکر؟ چون حامد میخواد چای بخوره. شما نمیخوای چای بخورید؟ نه من چای نمیخورم. بریم برگردیم ببینیمتون. بریم برگردیم. خب اومدیم برگشتیم برای حل تمرینات درس 1 از فصل 1 ریاضی 9 بحث مجموعه ها. توی پرانتز بدون چای. چرا بدون چای؟ نذاشتی. نذاشتی. متناظر با هر عبارت یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه یک عبارت بده. میگه یه عبارت میدم مجموعهشو بنویس. یه مجموعه میدم عبارتشو بنویس. مرسی. بعد میگه تعداد عضو رو مشخص کن. خب آقا همینجا میگم نظر چیه؟ ببین علی توان 3. یک به توان آفرین. این یک به توان 3. این 2 به توان 3. 3 به توان 3. 4 به توان 3. 5 به توان 3. پس اعداد طبیعی 1 2 3 4 5 دارن به توان 3 میرسن، مکعب میشن. پس میتونیم بگیم مثلا مکعب اعداد طبیعی کوچکتر از 6؟ بله. میشه؟ بله. یا کمتر این... مساوی 5. اعداد طبیعی کمتر مساوی 5. پس اینجا تو استاد تو بیان اینها اگر یکم اختلاف سلیقه باشه اشکال نداره، در حدی که یک موضوع رو برسونه اب نداره. آفرین. ببین سلیقه برای معرفی مجموعه متفاوت باشه بده. آها. اما تو عبارات کلامی که من با یه ادبیات بگم تام با یه ادبیات دیگه بگم، هر کسی اینو شنیز دقیقاً همین مجموعه رو بنویسه اشکالی نه. نداره. سوال به موقعی فکر کنم بله. پرسیدم. ببین من نوشتم مجموعه مکعب اعداد طبیعی 1 تا 5. خب من اینجا بعد اینا LED چی میگه؟ چون من شاید دوست داشته باشم بگم که اعداد طبیعی بین 9 و 11. یا میتونم بگم کوچکترین عدد طبیعی دو رقمی. حالا تعدادش هم بد میشونه. حالا نگاه کن حامد، ما اگه این مجموعه اسمش آ هست قرار بود تعدادش هم بگیم. آها. بازم برای تعداد داستان داریم از لحاظ نوشتار ریاضی. چجوری باید بنویسیم؟ ببین ما با دو مدل تعداد اعضای یه مجموعه رو که متناهی باشه، قابل شمارش باشه، میتونیم تعداد نسبت بدیم. درسته. با دو مدل میشه نشون داد تعداد عضو یه مجموعه رو. ببین خیلی جالبه، عدد اصلی مجموعه یا کاردینال مجموعه بازم این معرف چیه؟ معرف تعداد عضوهای مجموعه های متناهیه. درست شد. که میتونم بگم اندازه آ، اندازه آ یه تعداد اعضای مجموعه چی؟ آ. اینجا بس مجموعه است. چند تا عضو داره میشمارم؟ خب 5 تا داره دیگه. یه نماد اینه برای نمایش تعداد عضو که معمولا استفاده نمی کنن توی ریاضیاتی که دانشگاه میگیم. بله ولی کاردینال میگن، اینجوری نشون میدن. ولی ما دیگه برای بچه‌ها اینجا دیگه میگیم NA number of A. آفرین نمبر A، شماره A، تعداد اعضای مجموعه A و میشه چند؟ 5. مثلا اینجا چند تا عضو داره؟ یه دونه. مجموعه اسمش C نیست،
NSC میشه یک. پس یه چیزی رو تو حرفای شما خیلی باید باز دوباره دقت کنیم. خواهشاً وقتی برید سراغ کاردینال یا تعداد اعضا که بتونید بشمرید. یعنی از یه سمت یا دو سمت اگر ته نداشت اصلا اسمش هم ابتدا و انتها باید داشته باشه تا من بتونم بشمرم. یه چیز خطرناک دیدم و الان دیگه سریع در میرم چون به شما بگم شما من میدونم چی میخوام بگم. مثلا یه مجموعه مثل زد رو مینویسن، بعد مینویسن ان زد مساوی بی نهایت. وحشتناکه. شوخی کردم. بریم بعد. بریم تمرین بعد. چیزی زشت نگو. اصلا شوخی کردم فراموشش کردم. یه سوال. بذار یه سوال بپرسم ازت. جانم. ببینم بچه ها یادشونه یا نه. آقا یه مجموعه می نیسم. مثلا اسمش رو میذارم مجموعه بی. بذار متفاوت از اینا باشه. درست. 3 6 81 به من میگن آقا ابتدا انتها داره چند تا عضو. آخ جانم. بشمار تعداد عضوها رو. آقا میگم بزرگه. خب منهای کوچیکه. خب تقسیم بر فاصله هاشون. پس ستا رفته جلو. بله به اضافه یک. ستا بیا جلو. به اضافه چند؟ یک. 81 من 3 میشه 78. 78 تقسیم بر 3 26. به اضافه یک میشه 27. جالبه که همیشه تقسیم میشه. بله. پس میتونیم برای این مجموعه هم تعداد عضوها رو پیدا کنیم با مدلی که قبلا تو مطالب هفتم هشتم گفتیم. بله. آخری منهای اولی هر چی به دست اومد تقسیم بر فاصله، هر چی به دست اومد به اضافه یک میشه تعداد عضوهای مجموعه هایی که عضوهاشو منظم داره با فاصله منظم میره جلو و ابتدا و انتها هم داره. حله کاکامت. حله. بریم. کاکامت بهم نگفته بودی تو نهم که اولین بار داره میگه. اولین باره جی. یه چیزی رو نگفتیم که اونو هنوز حالا عبارت کلامی گفته مجموعی باید بنویسی. آقا عددهای طبیعی مضرب 5 و کوچکتر هستند. خب میشه 5 10 15 20 تا گفته کوچکتر هستند. مخالفم. پس این میشه با راست میگی. آقا موافقم. من موافقم. این شد 90 و چند؟ 5. حالا از من میپرسن آقا تعداد عضوهاشو بشمار. شروع کردم به گیر دادن به LED. 95 منهای 5 تقسیم بر 5 تا 5 تایی که میاد. هر چی به دست اومد به اضافه 1. خب میشه 90 به روی 5. خب چند میشه؟ چه میشه چقدر؟ 19. میشه 19. چرا چون 5 چرا؟ نه ببخش. 19. نه آقا 19 چرا؟ آها من 95 رو به 5 تقسیم کردم. دو هیچ به نفع. 95 به نفع 5 میشه 90 تقسیم به 5 میشه 18. 18 به اضافه میشه 19. شما جواب نهایی رو گفتی. اینم بر اساس خیلی زشته این. بچا ببخشید یه ایدی داره اشتباه میکنه. چون سه هیچ. پس حامد خیلی جالبه. خب خدا رو شکر ما یه اشتباهی کردیم که شاید بعضی از بچه‌ها همین اشتباه رو بکنه. اشکال نداره. عددهای طبیعی مضرب 5 کوچیک‌تر از 100. یعنی خود 100 مد نظر نیست. پس آخرین عددی که بر 5 بخش پذیر کوچیک‌تر از 100 باشه چنده؟ 95. ببین خیلی جالبه. من 100 نوشتم. از نظر تعدادی هم اضافه شد. حالا در حقیقت برای اینکه LED هم ناراحت نکنیم بگیم آقا اینو بچه‌ها دیدن. حالا بگیم کوچکتر مساوی مساوی است. جواب اون میشه این و تعداد اون میشه 20. اگر من بخوام این ادبیاتو به کار ببرم اینجا باید بگم کوچکتر مساوی با 100. درسته؟ بله. خب بعدی چی میگه؟ عددهای طبیعی بزرگتر از 4 و کوچکتر از 5 نداریم. بزرگتر 4 کوچکتر از 5. ببین داره نابود میکنه محور عدد دقیقی رو. میگه بزرگتر 4 باشه. یعنی این خنده‌ای که شما میکنی به این کوچیک‌تر از 5 باشه خیلی جالبه. بعد میگه طبیعی هم باشه. آقا قسمت مشترک مگه اینجا نیست؟ خدای بین 4 و 5 اصلا عدد طبیعی میبینی؟ نه. پس میشه مجموعه چی؟ توهی. چند تا عضو داره؟ صفر. آها. هیچی نه. هیچی عضو داره. راست میگی. هیچی عضو داره. غلط کرده عضو داره. تعداد استغفر الله. از تعدادش چنده؟ صفر. پس میگم آقا LED میشه صفر. عالی بود. تموم شد. پس مجموعه توهی اگه گفتن N توهی بلا فاصله بنویس چند؟ صفر. چون صفر تا عضو داره. یعنی من بدید. بنویسیم N. اینجوری میخوای بنویسی؟ پرتزت کو؟ این همیشه صفر. میشه صفر. بفهمید. حالا یه سوال دارم. N یه دونه دیگه. شعورم خواستی ببین خیلی جالبه. میتونم خود مجموعه رو جلو N بنویسم اشکالی نداره. آها. ولی معمولا ما چون نماینده انتخاب کردیم برای نمایش مجموعه حروف بزرگ آها نماینده رو میاریم. آفرین. آیا قبول داری این همینه؟ خب این همینه. آره قبوله دقیقا همون شد. حله؟ این هم هستیم.
عددهای صحیح منفی بین 4 و 7 اصلا 4 و 7 بینشون کلا مثبته. نمیگیم مجموعه نیست، میگیم مجموعه توهیه و ان ای میشه 0. عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشن، شوخی داره میکنه، دو رقمی مضرب 7، مضارب 7 کدوم ها بودن؟ 7 14. خب باشه آخه اول نیستن که. بله ولی خب ببین، نه مضارب 7 رو داریم اسم میبریم، ولی متاسفانه من عدد اول دو رقمی توشون نمیبینم، پس اینم چیه؟ توهیه. ان اف هم میشه 0. داره تاکید میکنه که تعداد عضوهای مجموعه توهیه همیشه چیه؟ 0. ان اف خیلی بله. خوبه. تمرین 2، جای خالی رو طوری کامل کنید تا عبارت حاصل درست باشد. الف، عبارت 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشند یک مجموعه مشخص نمی کند. توضیح دیگه دادیم. عدد طبیعی بین 1 تا 20 تربیع سلیقه‌ای. مجموعه 2 3 4 تا 9 دارای چند عضو است؟ خب آقا 9 منهای 2، 9 منهای 2 به اضافه همون خودمون بریم. 9 منهای 2، 9 منهای 2 فاصله شون 1 دیگه. آره به اضافه میشه 8 تا. خب مجموعه صفر رو توی ببین، یک کیسه دارم که هم توش صفر رو انداختم هم توی انداختم، دارای دو تا عضو. یعنی مجموعه توهی خودش یه عضو، صفر هم چی؟ یه عضو. چند تا عضو داره؟ دو تا. خب با توجه به مجموعه 3 5 7 9 11، خب چی؟ 5 عضو آ هست، 5 عضو آ هست، 3 عضو آ هست، 12 عضو آ نیست. ولی نمیدونم علی چی میخواد بگه. ببین نه، خواسته بود اینا رو پر کنیم. آقا این مثلا جا خالی بوده. مثلا چون 9 عضو 11. عضو آ ببخش میگم 9 عضو 11. 9 عضو 11. 9 عضو 11. تمرین 3. بریم سراغ آخرین سوال. بله. میگه سه مجموعه متفاوت بنویسید که عدد 2 عضو آنها باشد. آقا دیگه بریم علی دی خودش حرف بزنه. مجموعه 2 و 3. مجموعه عدد اول کوچکتر از 5. یا دو عدد اول متوالی. چون فقط 2 و 3 تنها عدد اول متوالی. ولی خب ببین من این مثالو زدم. شاید بچا بگن 2 و 3 و 5. سلیقه ای دو تو دلش مجموعه باش. باش. خب عدد طبیعی بین 1 4 میشه 2. مجموعه عدد اول زوج 2 4 6 8 آخر. آفرین، این مجموعه است دیگه. ته ندارد. ولی کلاس ما ته دارد. به پایان رسید. افکتای منو همینجوری تون تون می‌زنین بره. چراغ قرمز و نمی‌دونم اینا من طراحی کرده بودم. بس دیگه بودیم. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. آقا ببین اینجا لونه زنبوری میاد اینجوری باشه. با آرامش بره ها. آرامش. خدا قوت، خسته نباشید. خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار. آقا خیلی خوب بود. مخصص. از من راضی بودین؟ به شدت. قربون شما. استغفر الله. شما باید راضی باشید. اختیار دارید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.